درود به شما عزیز دلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی باشید. من ریهبر هستم و دلی دوستتون دارم. لحظه آقا، اگه دانشجو هستید یا مدرسه میرید، قبل از اینکه بازی بکنید یا ویدیوهای کالافی ببینید توی یوتیوب، حتما درساتون رو بخونید، چون از کالاف خیلی مهمتره. ویدیو امروزمون همونجوری که توی اینستاگرام بهتون قول داده بودم، ویدیو بازی من و نارکو هست. برای دوستانی که نارکو رو نمیشناسن، ایشون یکی از قدیمی ترین بازیکنان کال آف دیوتی موبایل هست. اگه اشتباه نکنم توی رومانی به دنیا آمده، ولی ساکن انگلستان. یه بازیکن خیلی خاص و با ابهتی هست که دلیل معروفیتش هم شخصیتشه و طرز صحبت کردنش، سبک بازی نه. دوستانی که منو میشناسن میدونن من یه عادت خوب دارم تو هر زمینه‌ای که میخوام فعالیت کنم، مثلا قبلا توی عکاسی، برنامه نویسی، گرافیک، سعی میکنم که موفق ترین آدمای اون حوزه رو پیدا بکنم و بشینم پای حرفاشون و یاد بگیرم ازشون. در مورد کال آف دیوتی موبایل هم به همین شکل. اول که با کال آف دیوتی موبایل آشنا شدم، سعی کردم بهترین بازیکنای کال آف دیوتی موبایل رو پیدا بکنم که یکیشون نارکو بود. اون اوایل که بحث شات‌های زیبا و حاشیه بازی نبود، نارکو در مورد استراتژی بازی حرف می‌زد، چیزی که خیلی جذابه، چیزی که فکر به بازی میده، چیزی که جدا می‌کنه بازیکن‌ها رو از هم، و به همین دلیل من ویدیوهای نارکو رو همیشه دنبال می‌کردم. خب بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ بازی ململانی، خوشگلانی، دلربایی، عشقای من. البته مثل شما خوشگل نیست، هیچی از شما خوشگلتر تو این دنیا وجود نداره. شما از این که این ویدیو رو میبینید، من کوچیکتونم، دلی دوستتون دارم. اینجا جناب نارکو افتاده رو شکم، داره شنا میره، داره ورزش میکرد، نزدنش. این که زدش اینجا قایم شده بود، خودش هم داشت هرس میخورد. دیگه صداش البته نیست فکر کنم. عرضم خدمتتون بچه‌ها، این کلا دو سه دست بازی کردیم. داشت میخواست من مفر کنه با جک. بخواب دادا بخواب، اشتباه اومدی را. جک بود چی بود؟ کلاس ملیک هم خیلی چیز شده، کمک های اولیه. این که دوستان سه چهار دست بازی کردیم، این بازی که میبینید سرورها قاطی پاتی شدن، برای همین بیشتر بات زیاد بازی کن توش نبود. بازی کنهایی هم که بودن، چون اینا پشمام، این توفنگ مشکل داره واقعا، SMG پر کردن خشابش خیلی ضعیفه. البته اینجا داشتم نارکو میاد سراغمون و میاد کمکمون میکنه. این استراتژی بازیش خیلی خوبه نارکو. مثلا این چیزاش، راه رفتنش میبینی، بازیشو نگاه میکنی انگار سیب زمینی، خودش به مردم میگه سیب زمینی. ولی استراتژی بازیش، فکر بازیش خیلی خوبه. از این نظر خیلی بازیش قشنگه. اون اوایل هم که من بازی ویدیوهاشو قشنگ نگاه میکردم، واقعا خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. دمش گرم، خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. برای همین خیلی دوست داشتم باش بازی بکنم، که حالا این سری فرصتش پیش اومد. ولی حالا قبل اینکه بازی بکنم، یهویی شد اصلا بازی کردن. چه جوری بود یهویی؟ یعنی من نه انگشتام آماده بود، نه اصلا وقت بازی کردنم. ولی خب باز حالا سعی کردم بازی مثلا یه جوری کمکش کنم توی بازی، که بتونیم بازی‌ها رو ببریم. بازی هم عالی بودن این دو سه دستی که بازی کردیم. حالا بیشتر در آینده احتمال اینکه باش بازی کنم بیشتره، چون میدونم خیلی طرفدار داره به خاطر شخصیت خفنش. اصلا لایواشی که نگاه میکنی مشخص از حرف زدنش که آدم درست حسابیه. تو لیست دوستام دارمش، حالا اگه فرصت پیش بیاد حتما باز بازی میکنیم با هم. این در مورد سبک بازی بچه ها. سبک بازی یه ذره سخته. حالا این بازی دومه، فکر کنم بازی آخر، دقیقا یادم نیست. ولی وقتی مثلا شما با کسی بازی نمی کنید و یه آدم طرف، یه آدم معروفی هم، خب بالاخره 300-400 هزار تا ساب داره و از قدیمی ترین ها هست، از زاویه دید ایشون هم داریم میبینین. اینجا بیشتر کیلوی منو میدزدید، البته اینجا نه، کلا توی این بازی، که اشکالی نداره، ما برای کیل که بازی نمی کنیم. در کل من اینجوری بهتون بگم، خیلی قبولش دارم، چون زندگی فقط بازی کردن نیست دوستان. زندگی فقط بازی کردن، زندگی بخش خیلی کوچیکیش بازی کردنه. حالا کالاف هر چی، یه چیزایی برمیگرده به شخصیت، به ذات شما. مثلا این آدم با ذاتیه، با شخصیتیه. همین باعث میشه مثلا یه نفر از اون ور دنیا دوست داشته باشی مثلا باش حرف بزن، یا مخاطبش باشی که من مخاطبشم. من 1 میلیارد فالوورم، سابسکرایبم داشته باشم، باز مخاطبشم. اصلا بحث مخاطب زیادم نیست، بحث اینه که این یه آدم ذات داره، با شخصیت، به مخاطباش اهمیت میده. بعد جدا از این که حالا مثلا چند سال فعالیت میکنه، یه دونه تامنیل کلیک بیت نزده، کلیک بیت یا همون کاورایی که
مخاطب رو مثلا شکار میدونه و اون براش تومه میذارید که فقط کلیک بکنه روش. یعنی مخاطب رو اندازه معذرت میخوام، اندازه یه گوسفندم به مخاطب ارزش قائل نیستن. تو ایران هم خیلی زیادن، چند تاشون هم حتی به من پیام دادن مثلا برای ویدیو ساختن و اینا توی اینستاگرام یا توی یه جوری به من پیام دادن، مثلا جوابشون هم ندادم، چون اصلا از آدم ها اینجوری، رئیس جمهور آمریکا هم باشه، من از آدمی که لاشی بازی تو کارش باشه خوشم نمیاد. قشر مخاطب کالافم بچه ها سن و سالشون کم، اکثرن نمیفهمن این داره سرشون کلاه میذاره یا اون یکی. حالا بگذاریم، بالاخره من داشتم اینو میگفتم بهتون که نارکو یه آدمی که واقعا ابهت داره، برای من هم خیلی قابل احترام، اصلا هم کاری به این ندارم که سبک بازیش چقدر خوبه، شاید بعضیا بگن نه زیاد حرفه‌ای نیست و فلان، ولی چیزی که مهمه اینجا شخصیت اون یوتیوبره و به نظر من ارزشش داره مثلا باش ویدیو بسازی یا بهش احترامی که لایقشه بهش چیز کنی. اینجا بچه ها داشته باشین، اینجا میرم بالا دو نفر تو چمن خوابیدن. میگم که سرورها قاطی پاتی میشه، بازیکنان اینجوری هم زیاد میشه توی بازی. اینجا رفتم بالا، تکم بودم، نارکوینا پشت بودن، دیدم یکی اونور یکی اونور، دوتایی گرفتن، تا آمدم در برم پاره شدم دیگه. دوباره مثل این که دوهیت شدیم دیگه، نارکو دوباره منو نجات داد، یه بار دومشه که میاد پلاکم میگیره، ولی آخر سر آخر این بازی منم جبران میکنم براش. سبک بازیش داشته باشیم بچه ها، از لبه ها حرکت میکنه، نگاه از لبه حرکت میکنه، قاطی نمیشه، یعنی نمیره وسط اون صخره، نگاه به محض اینکه میبینه دشمن میره لبه. این مثلا این استراتژی بیشتر اوایلش که حالا فکری یاد گرفته، بعدش دیگه براش عادت شده، براش عادت شده بغل لبه حرکت کنه، بغل زیپلاین حرکت کنه، قشنگ کاور بگیره. اینو مثلا چیزایی هن که توی مخاطب کالاف کمتر بهش توجه میکنه، ولی در اصل توی مثلا توی نبرد توی جنگ این چیزا خیلی بیشتر اهمیتش بیشتر از اینه که مثلا یه برجک بپری یه شات هوایی بزنی به یکی، درسته اون قشنگه هیجان انگیزه، ولی حرفه‌ای نیست، از لحاظ سبک بازی حرفه‌ای نیست. شما مثلا برید توی تورنمنت این شات ها بزنید رو هوا میزنن، یه تورنمنت مثلا خفن. اینجا جفتمون فکر کنم خیلی زیاد از من کیل دزدید، خیلی دی. یعنی نارکو فکر کنم یه 5-6 تا من دزدید. حالا ویدیوشو کامل سعی کردم ویدیو هم کوتاه باشه بچه ها، دیگه بیشتر از 10 دقیقه نباشه که سر درد بشه. اینجا جفتمون داریم میزنیم، ولی خب بالاخره یه تفاوتی باید باشه بین یه آدم جقی که سرعت انگشتاش بیشتره. همه هم کم کردن، یکی بالا کوه کم کرده، یکی اینور کم کرده، فقط تو خونه ها. من هیچ وقت حاضر نیستم اینجوری بازی کنم، برم توی خونه قایم بشم. اگه تورنمنت باشه مثلا بگم برنده بازی مثلا 100,000 دلار میگیره، حاضر نیستم برم تو خونه قایم بشم که حالا مثلا اون آخر سر یه لاشی بازی یکی رو بزنم، ارزش نداره. اینجا هم دوتایی با هم داشتیم میزدیم که جناب آقای نارکو نتونست این کیلو بدزده. این کیلو سبک علیدایی نمیگم. اینجا هم من خواستم کیلشو بدزدم که من نتونستم بدزدم. یه ذره قبل من شروع کرد زدن. اینم آخراشه دیگه، اینم آخراشه که میره طرف به قول خودش سیب زمینه میره، ولی میزنه دیگه. اینم ویدیو امروزمون عشقای من. دوستان امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته بوده باشین، برای حمایت از من فقط کافیه ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی هم که گذاشتید دیگه یه ماچی باید بهتون بدم توی کامنت ها. تا ویدیو بعدی، بدرود.